بعد از اینکه شما رسیدین به مقام معاون فروش و خدمات پس از فروش رنو، آیه گون تصمیم گرفتن که شما رو بفرستنتون تهران، درست میگم؟ دقیقاً همون زمان. بله. خب من خاطرم میاد اون روزایی که شما قرار بود بیاین تهران، اوضاع رنو تو ایران اصلا خوب نبود و یه جورایی رنو داشت جمع میکرد میرفت، پروژه تندرنوت شکست خورد و فکر میکنم اولین دیدارمون هم دقیقاً همون زمان بود با هم که شما رو دیدیم و شما گفتین اومدم که این پروژه رو دوباره احیا کنم و اون موقع هیچ کی فکر نمیکرد بتونین این کارو بکنین چون تولیدی نداشت رنو، شکست خورده بود پروژه تندرنوت. چی شد که اومدین ایران و چیکار کردین که اون پروژه دوباره جون بگیره؟ ایران اومدن هم خود آقای گون تصمیم گرفت اون زبان برای زمان. ایشون صدای ما زدن، گفتن که میخوام شما بذاریم مدیر عامل ایران، آیا حاضرین برین یا نه؟ گفتم که از شما دستور بدین بله، ولی علتش چیه؟ چرا شما به ما فکر کردین برای اینجا؟ به ما گفتن که مدیران الان موفق نشدن، مشکلات پروژه داریم، در حالی که ایران یک کشور خیلی مهمیه و ما اونجا شروع کردیم سرمایه گذاریم، یه جوینت ونچر را انداختیم و فعلا متاسفانه نتیجه نداده کارامون. شما میخواییم بریم ببینیم اونجا، یه دایگنوستیک خودتون بکنیم، دوباره بگیم پتانسیل کارهایی که ما میتونیم اونجا بکنیم چیه، سطح زحماتی که باید بکشیم چی باید باشه، و اگر بعد از این بخش دایگنوستیک خودتون راضی بودین میمونین و خودتون انجام میدین که این برنامه بود. که یعنی من اجازه داشتم اگر دایگنوستیک انجام بدم بگم آیوان شرز کنم کارمو. یعنی شما قرار بود بیاین ایران مشکل رو حل کنین و برگردین، درست میگم؟ نه، یعنی به من گفته بودن که شما برید ببینید مشکل چیه، به ما بگین باید چه کار کرد، یا به ما میگین باید چه کار کرد، یا خودتون تصمیم میگیرید میمونین اونجا خودتون حلش میکنین و اینو اجازه دارین به ما بگین چه کار باید بکنیم و خودتون نمونید اگر میخواین نمونید. که من وقتی رفتم، یعنی اومدم ایران، شرایط رو دیدم و اینا، واقعا شرایط سختی بودم که خودتون یادتون میاد، ولی واقعا من همش فقط پتانسیل کار رو میدیدم، پتانسیل واقعا زیاد کار، تمام واقعا صنعت خودروی ایران که خیلی جا داشت روش کار بشه و بتونیم رنو بتونه واقعا نقش عمده ای داشته باشه. و وقتی که این دیاگنوستیک رو انجام دادم، خودم برگشتم آقای گون گفتم آقای اجازه میدین من بمونم این کار انجام بدم، برای اینکه واقعا پتانسیل این کار زیاده و واقعا کار جالبیه. و ایشون گفتن بله، اینجوری تصمیم گرفته شد که من بمونم و کار انجام بدم. مشکلات یادتون میاد اون روزا چیا بود؟ مشکلات خیلی بود، بعضیاش حل شد بعضیاش حل نشد، بعضیاش یه مقداری شدتش کمتر شد. مشکلات زیاد بود. مشکلات یکیش این بود که سیستم پروژه خیلی کامپلکس بود، یعنی سیستم پروژه و جون ونچری که ما اونجا داشتیم باید همه راضی بودن، همه بخوان یه کاری بکنن که کار شاید انجام بشه، ولی تا یه نفر نمیخواست کار رو انجام بده، شما بهترین کار رو که میخواستین بکنی یا سست میشد یا سرعتش کم میشد یا بقولا انجام نمیشد، فعلا باید فایستاد دوباره فشار بیاره. یکیش این بود، یکی از مشکلات همین سیستم کامپلکسی بود که باید همه بخوان کار انجام بشه بتونیم برین جلو. دومین مشکل این بود که به هر صورت یه سری کارهای تکنیکی بود که باید واقعا را میفته، برای اینکه همونطور خودتون میدونین رنو فشارش اون زمان خیلی رو کیفیت بود و بالا آوردن کیفیت قطعه ها و خود خودرو دوباره قبول این مسئله خودش مشکل بود، برای اینکه بعضی قطعه سازا، نه همشون، بعضیشون عالی کار کردن، بعضیا باز مشکلشون بود، میگن بابا این کیفیت کافیه که، نه کافی نیست، و حتی خودرو سازا که باشون کار می‌کردن میگن این کیفیت کافیه، نه کافی نیست. و این یکی از مشکلاتی بود که به قول خیلی پدگوژی باید به خرج می‌دادیم که بگیم که این چیزی که به نظر میاد کافیه کافی نیست، من اینکه ما میخواییم به جایی برسیم از جنبه کیفیت خودرو که این خودرو فقط نه تنها در ایران تولید بشه و فروخته بشه، یه روزی بتونیم جای دیگه ببریمش و اینو زمانی میتونیم خودرو جای دیگه در نظر ببریم که استانداردهای کیفیتی بین المللی باشه، یعنی هیچ تفاوتی با سطح کیفیت خودرویی که در فرانسه تولید میشه یا جای دیگه میشه نداشته باشه.
این یکی از بزرگترین مشکلات بود. و سومین مشکل هم این بود که در ایران شما مهندس های ایرانی خیلی خوب دارید، یعنی در ایران خیلی تحصیل کرده وجود داره، ولی باید تربیتشون بدیم. یعنی که خودروسازی خودش یک دانشیه که تو مدرسه آدم یاد نمیگیره، باید توی شرکت یاد بگیره. و برای همین ما تلاش همین بود که هرچی بتونیم بیشتر ایرانی ها رو به قولن وارد شرکت بکنیم، بهشون مسئولیت بدیم که همش فقط فرانسوی نباشن که از فرانسه بیان بخوان مدیریت بگیرن. من یکی از چالنجا می بود که مدیرای ایرانی داشته باشن، و برای اینکه مدیر ایرانی بیشتر داشته باشین باید واقعا فشار می آوردیم که سطح دانششون سریعتر بره بالا، سطح شناخت خودروشون بیشتر سریعتر بره بالا، و سطح شناخت سیستمای رنو براشون سریعتر بره بالا. و این خب یه بخشی بود که من واقعا خیلی راضی بودم، برای اینکه واقعا تونستیم این بخش رو خیلی تفاوت بدیم. خیلی از مهندسای ایرانیمون رو فرستادیم کشورهای دیگه حتی برای رنو، که برای رنو کار بکنن. خب من اون روزا رو یادمه، خیلی موقع ایران خودرو و سایپا مقاومت میکردن در برابر استانداردهای سختگیرانه‌ای که شما رو کیفیت میذاشتین، و خیلی موقع یادمه خط تولید رو میخوابوندین که کیفیت به اون حدی برسه که مد نظرتون هست، درست میگم؟ دقیقاً یکی از مشکلات بزرگتر مشکلات بود. برای اینکه شما وقتی که مثلا ما به جایی میرسیدیم که کیفیت رو برای اینکه بتونیم بفهمونیم که باید، نمیتونیم این خودروی که الان تو خطه بره بیرون و فروخته بشه اگر کیفیت بهتر نشه، وقتی به جایی میرسیدیم که خط تولید رو بخوابونیم، یه حالت یعنی فشار خیلی زیاد میشه اون موقع. برای اینکه همکارای ایران خودرو و پارس خودرو اینو قبول نمی‌کردن گاهی، برای اینکه برای اونا سطح کیفیتی که بود کافی بود، ولی برای ما گاهی سطح کیفیت کافی نبود و نمیتونست با این خودرو بره و فروخته بشه به یک مشتری. و مشکل این بود که وقتی که شما به قولن زبان همدیگر رو میفهمین مشکلی نیست، ولی وقتی که یک طرف خیال میکنه در دلیل شما زیادی دیگه میکنی، میدونی مثلا منم متوجه میشدم، یعنی من متوجه میشدم که گاگای دوستان باید فکر میکنن که ما داریم زیادی میاریم. دقیقا. و اینو من درک میکردم، ولی اینکه مثلا این بود که باید خیلی دوباره پدگوژی آدم به خرج میداد که بابا ما نمیخوایم خط رو بخوابونیم، قصد خط خوابوندن نیست، بدترین اتفاقی که پیش میاد اینه که خط خوابیده بشه. ولی مهمتر از این مشتریه، که اگر مشتریه که خود رو بهش بدین که خراب بشه روز بعدش یا یه ایرادی داشته باشه که شما میتونستین جلوشو بگیرین، آبروی برند میره، آبروی همه ما میره. و ما نمیخوایم خود رو کیفیت خودمون مثل خودروهای دیگه باشه، میخوایم مشتری بگن خودروهای رنو از همه بهتره. این سختگیری شما باعث شد که تولیدات ایران خودرو توی رنو با کیفیت تر باشه، ولی تو پژویی که اون زمان تولید میشد کیفیت مناسبی نداشت. تفاوت کیفیت، آره دقیقا تفاوت کیفیت که ایران خودرو برای رنو، یعنی روی خودروی رنو انجام میداد و پارس خودرو روی خودروی رنو انجام میداد، واقعا بالاتر از بود خودرویی که دوستان رو برندهای دیگه انجام میدادن. آره دقیقا. و این نشون میداد که ایران خودرو و پارس خودرو توانایی کیفیت عالی رو دارن، کاملا دارن. یه مدیر خوب بالا سرشون نبود که این میکردن. یعنی وقتی برای همین ما مجبور بودیم فشار بیاریم، گاهگاهی بشینیم میگم با هم واقعا گاهگاهی صحبت های سخت داشته باشیم، برای اینکه توانایی این کار بود، ولی مسلما برندهای دیگه این فشار رو نمی آوردن و کارا انجام میشد با کیفیت های پایین تر. یعنی اگر یک مدیر سختگیر و خوبی مثل شما بالا سر قطع سازی خودروسازی ایران می بود، باعث میشد که تولیدات بقیه شرکت ها هم بهتر بشه. همین الان گفتین که قطع سازار هم خیلی مجاب میکردین که قطعه با کیفیت خوب بزنه و خیلیشون هم ناراحت میشدن. بعضیشون ناراحت میشدن، بعضیشون خوب میفهمیدن و بعضیشون واقعا ارزش این کارو فهمیده بودن و بعضیشون اصلا دیگه احتیاج نبود ما پیگیری بکنیم حتی، برای اینکه واقعا خودشون این کالچر کیفیت رو کاملا گرفته بودن، دیده بودن که چقدر ارزش داره.
و واقعا باز کیفیت قطع سازی که ما داشتیم برای خودروامون واقعا که سطح بالا بود کیفیتشون، ولی روش کار شد. و مسلما وقتی که مدیر یک قطعه ساز متوجه میشه که کیفیت از همه چی مهمتره، مسلما میتونه این مسئله پیاده بکنه. برای اینکه مهندسای خوب وجود داره، دانشش رو میشه آدم بگیره و روش کار بکنه مسلما. خب آقای کارگر، هدفایی که اون موقع گذاشته بودین و من یادمه که قرار بود به تولید بالای 150,000 تا برسونین، قرار بود کیفیت رو ببرین بالا، قرار بود ساخت داخل رو برسونین به حدود 80%، اینا مرحله اولتون بود، چقدر به این هدف رسیدین؟ مرحله اول و داخل سازی رو به حدود 65% رسیدیم و علتش هم این بود که چون مسئله تحریم پیش اومد، از دو بار پیش اومد مسئله تحریم، که اولین بار که من در ایران بودم خیلی فشار آورد رو همه و رو ما، که ما به 65% رسیده بودیم ولی هدفمون 80% بود کاملا، ولی به 65% رسیدیم، به 80% نرسیده بودیم اون موقع. این از این جنبه. عجب کیفیت رسیده بودیم به هدفمون واقعا، و کیفیت خودرو و قطعات به اون حدی که میخواستیم رسیده بود، و حتی ما در خود رنو وقتی من جلسه با افراد ارشد رنو داشتیم، همیشه خودروهای رنو رو توی گراف که میدیدیم در سطح بین‌المللی بود، کیفیت رو به حدش رسیدیم. از جنبه تولید عملا قبل از اینکه تحریم پیش بیاد، تحریم آخری پیش بیاد، 140,000 تا خودرو تولید شد و فروخته شد، سه سال پیش، یعنی آخرین سالی، یعنی زمانی که من رفتم همون سالی که در جریان بود 140,000 تا خودرو تولید شد و فروخته شد، که این به قولن باز یک زمانی بود که باید میرفت دوباره بالاتر، حتی من که خودروهای دیگه هم در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه مسئله تحریم پیش اومد. بنابراین از جنبه تولید به این حد رسیدیم، از جنبه کیفیت رسیدیم، از جنبه داخل سازی به 80% هنوز نرسیده بودیم که هدف همون بود با وجود این، ولی به 65% رسیده بودیم و اون 65% میگم موفق بود با وجود این، ولی که کیفیت قطعات همش در سطح بین المللی بود. خب آقای کارگر، میخوام ببینم که توی اون زمان بزرگترین مشکلی که تو ایران باش دست و پنجه نرم میکردین چی بود؟ بوروکراسی اداری ما بود، مدیرای ایران خودرو بود که نمیخواستن کیفیت رو قبول کنن، قطع سازان بود، چه چیزی بیشتر اذیتتون کرد؟ چیزی که اذیت به قولن بخشی که اذیت میشدیم بیشتر این بود که در مدیریت های دوستانمون اولویت های مختلف بود، چون برندهای مختلف داشتن اولویت های مختلف بود و اولویتشون پخش شده بود رو بخش های مختلف، برندهای مختلف، و اون سرعتی که میخواستیم ما به کار بدیم و اون هدفهایی که میخواستیم بهش برسیم براشون همیشه اولویت اول نبود. این یکی از مشکلات بود. برای همین هم بود که در فاز دوم که میخواستیم که یک شرکت جنبچر جدید را بندازیم با یادتون باشه با هیدرو، هدف این بود که رنو دستش بازتر بشه و طرف بولن شراکتمون هم هیدرو باشه، که صنعت خودرو رو بتونیم، مشکلات صنعت خودرو رو بتونیم راه سریعتر ببریم جلو و حلش کنیم، و اون موقع دستمون بازتر میشد و خودمون هم پول می آوردیم، سرمایه گذاری می کردیم، حدود ما 600 میلیون دلار در نظر گرفته بودیم بیاریم سرمایه گذاری بکنیم، و میخواستیم یک کارخونه هم دست خود رنو باشه که بتونیم سرعت بدیم کاملا به کارا، ولی که قطع سازا کاملا حمایت میکردن که ما میخوایم با شما کار کنیم، میخوایم واقعا مستقیم با شما کار بکنیم، وقتی شما قطعه سازای خوب دارین میخواین کار کنین، خودروهاتون در بازار جا افتاده و کیفیتش کاملا قابل قبول شده از طرف مشتری ها و در سطح بالا گرفتن، بنابراین وقتی دستتون یه ذره بازتر باشه، پولم بیارین سرمایه گذاری بکنین رو مدل های جدید، یه کارخونه هم دستتون بگیرین که روش استانداداتون رو سریع پیاده بکنین را بندازین، مسلما سرعت کار به مراتب بیشتره. ولی ما نمیخواستیم پارتنرامون رو ول بکنیم، میخواستیم این کار رو به اضافه یک کارهایی که با دوستان داشتیم انجام بدیم، یعنی یک فاز دوم بود برای کار
که میخواستیم سرعت بدیم به کارا و سرمایه گذاری بکنیم در کشور و مدلای جدید بیاریم دوباره و که بتونیم یه تحولاتی بدیم در کار بدون اینکه پارتنرامون رو فراموش بکنیم یا ولشون بکنیم. برای اینکه هر چقدر که درسته که گاهگاهی مشکل باشون داشتیم ولی مثلا پارتنرمون بودن درسته و اون فاز اولی می‌خواستیم نگه داریم، می‌خواستیم این فاز دومش اضافه بکنیم که بتونیم واقعا سرعت بدیم و کار صادرات وصل میشه به این بخش دوم خصوصا. برای اینکه رو بخش دوم وقتی دستتون باز باشه روی غالن رو قیم نه قیمت روی کاست معذرت من فارسی شده کاست هزینه دستتون رو هزینه بازتر باشه بتونید کل استانداردهای رنو رو پیاده بکنید که هزینه بیاد پایین، کنارش کیفیت بالا، بعد کنار این شما بتونید مدلای جدید بیارید پیاده بکنید، دستتون بازه برای صادرات و میتونید تصمیم بگیرید این خودرو رو من در ایران تولید میکنم، از ایران میبرم همه جای دنیا. ولی وقتی که دستتون باز نیست، مشکل دارید، یکم کوتاهی میکنه، یکی دیگه یه ذره تصمیمش جور دیگه است، اولویتش چیز دیگه است، شما به هزینه‌تون اضافه میشه، به وقتتون زیاد میشه اضافه میشه، سرعتتون کم میشه و اون نمیتونین یه صادرات محکم داشته باشه. برای این فاز دوم پروژه خیلی مهم بود انجام بشه بدون ول کردن فاز اول پروژه با پارتنرها. خب برگردیم حالا به همه نکاتی که گفتین دونه دونه برمیگردم. نکته اول این بودش که تو اون زمانی که شما وارد ایران شدین که پروژه رو انجام بدین، خیلیا تو رنو مخالف بودن که رنو دیگه تو ایران حضور داشته باشه، میگفتن رنو باید از ایران بیاد بیرون. درست میگم؟ اونو توضیح میدین مخالفات چی میگفتن اون موقع تو رنو؟ مخالفات دو تا فاز بود برای مخالفات. فاز اول زمانی که من اومدم بود، برای اینکه چون رنو سرمایه گذاری کرده بود و نتیجه نداده بود، یه سری افراد توی به قولن توی بین مدیران ارشد میگفتن آقا وقتی سرمایه گذاری میکنین کار میکنین نتیجه نمیده چرا میخواین بمونین دوباره؟ اوکی. یه سری ایرادشون روی مسئله بود اول، رو فاز اول. بعد فاز دوم که یه سری دوباره مخالف بودن، زمانی بود که مسئله تحریم پیش اومد، مسئله تحریم اول پیش اومده بود که بقولن رقبا رفتن بیرون، همه ما نرفتیم که ما بودیم. اون دوباره یه زمانی بود که یه سری داخل رنو مخالف بودن، میگفتن که ما هم باید بریم، چرا شما میخواید بمونین و اینا. این دو زمان مختلف بود که یه سری مدیران ارشد بالای سر ما مخالف بودن و برای من خیلی سخت بود این دو زمان، برای اینکه باید مخالفت اینا رو خنثی می‌کردم و نشون میدادم که باید بمونیم و شکی هم درش نیست که بتونیم بعدا موفق بشیم. چطوری تونستین این مخالفا رو راضی کنین؟ مخالفا راضی نشدن. رو مخالفا یکی دو تاشون کوتاه اومدن. کیا بودن میتونین الان بگین کیا بودن؟ نه اگر اجازه بدین اسمشون رو نمیارم، ولی یکی دو تاشون کوتاه اومدن، برای اینکه بر صورت گفتن اوکی، ولی یکی دو تاشون کوتاه نیومدن و اون موقع دیگه مجبور شدیم فشار رو از بالا سرشون بیاریم روشون، که با خود اون زمان با خود آقای کارلوس گون و خود آقای کارلوس تبرس که توی رنو بودن اون زمان، الان مدیر عامل پژو سیتروئن، بله دقیقاً، که اونا دو تا مدیر ارشد وقتی که چندین جلسات باشون داشتیم، نشون دادیم مشکلات رو، نشون دادیم کارهایی که داریم انجام میدیم، مشکلات تا چه زمان میتونه بمونه و چه راه حلایی وجود داره، اونا دیگه گفتن اوکی، پس بسیار خوب، با وجود مخالفتایی که میتونست وجود داشته باشه اونا دستور دادن که دنبال برنامه‌ای که ما داریم بهشون پیشنهاد میکنیم انجام بدن. خب برسیم به قضیه تحریم. چی شد که شما تونستین توی اون تحریم سال 90 که تحریم خیلی شدیدی هم بود، یعنی برای اولین بار دولت آمریکا اگر یادم باشه صنعت خودرو ایران رو مستقیم تحریم کرده بود و سیستم بانکی هم تحریم بود، چجوری تونستین تو اون تحریم‌های گسترده پروژه رو تو ایران ادامه بدین؟ تحریم دو مسئله در زمانش پیش اومد، یادتون باشه. اول تحریم، یعنی صنعت خودرو فوری تحریم نشده، یادتون باشه چندین ماه راه حلای بقول انتقال پول قطع شد یا کم شد خیلی و
خیلی از قطعه سازا دیگه ول میخواستن ول بکنن، خیلی قطعه سازای خارجی ول بکنن و این زمان خیلی سخت بود و شما نمیتونستین مثلا پولی رو که در میارین بدین خرجاتون رو باهاش پاک بکنین. اون زمانی بود که یکی از مخالفان میگفت که آقا شما نمیتونین پول از ایران بیارین بیرون، وقتی نمیتونین بیارین بیرون نمیتونین پول قطعه رو بدین که قطعه رو از داریم از خارج باید میفرستیم برای ایران، پس نمیشه، شما باید قطع بکنین. و از جنبه لوجستیک هم یادتون باشه کشتی ها تحریم شده بودن، فقط با کامیون میشد قطعات رو برد و اینا. ما اعتماد سیستممون رو کامیونی کرده بودیم، زیر تحریم نبود، یعنی ما هیچ وقت ضد تحریم انجام کار ندادیم، فقط راه حل پیدا کردیم که به قولن مشکلی نداشته باشیم نسبت به تحریم. از جنبه لوجستیک با کامیون قطعاتمون رو می آوردیم که گرونتر بود، به مراتب گرونتر می شود. و از جنبه انتقال پول هم تصمیم گرفتیم انتقال نکنیم در این مدتی و فشارش می آورد رو شرکت رنو، برای که قطعات رو رنو می فرستاد، قطعات سیکدی هایی که چون یه بخش قطعات در داخل ایران تولید میشه ولی یه بخش از بیرون میاد. این رنو ما رنو قبول کرد که قطعات بفرسته و پولش رو نگیره برای یه مدت، پولش رو بعداً بگیره، 3 ماه بعدتر، 6 ماه بعد، 1 سال دیگه، که اینو تونستیم پیاده بکنیم که انجام بدیم. این زمان خیلی رقبا رفتن، یعنی که حاضر نبودن این کارو بکنن. بعد وقتی که آقای اوباما یه اگزیکیتیو اوردر داد که خودرو تحریم بشه، خود خودرو تحریم بشه، یعنی کسی اجازه نداره حتی قطعه خودرو بفرسته به ایران، ما اولا از قبلش چون احساس میکردیم شرایط سخت بشه ماکسیموم قطعات رو آوردیم در ایران زمانی که میتونستیم بیاریم و بالا انبارامون رو پر کردیم، یعنی که احساس میکردیم هیچ حساب نداره، شاید شرایط یه موقع سخت‌تر هم بشه و اینا و ما نمیتونیم تولید رو بزنیم بزنیم، برای همین انبارامون رو پر پر قطعات کیدی که بود کردیم که زمانی که این اگزیکیوتیو اوردر پیاده شد ما نمیتونستیم دیگه قطعه بفرستیم در ایران به ایران، ولی حداقل انبارامون انقدر پر بود و جا داشتیم که میتونستیم تولید رو ادامه بدیم، ولی تولید متاسفانه اومد پایین، برای اینکه از یک طرف برای اینکه میدونستیم قطعه دیگه نمیتونیم بیاریم، با دوستانمون برنامه ریختیم با پارتنرامون که بهتره کارخونه نخوابه و بتونیم تولید یه مقداری بیاد پایین‌تر ولی حداقل ادامه پیدا بکنه تا زمانی ببینیم که آیا تحریم برداشته میشه یا نه، که اتفاقا همین مسئله پیش اومد که 9 ماه بعدش تحریم برداشته شد و دوباره تونستیم ما فعالیتمون رو سرعت بهش بدیم، ولی رقبا خیلیشون رفته بودن باید برمیگشتن. خب خیلی آقای کارگر میگن اگر شما تو این تحریم اخیرم همچنان مدیر عامل رنو در ایران و رنو پارس بودین نمیذاشتین که رنو ایرانو ترک کنه، خودتون فکر می‌کنین درسته این موضوع؟ نمیدونم، برای اینکه شما زمانی من واقعا زمانی که از ایران رفتم تو بخش نیسان در جریان جزئیات مسائل در ایران نبودم دیگه، و شما برای اینکه بتونید تصمیمات موثر بگیرید شما باید احتیاج دارین جزئیات رو بدونید، یعنی که همزمان نباید شرکت رو در مشکل بندازین و همزمان میتونین مشکل داشته باشین ولی تصمیمات درست حسابی بگیرین که مشکلات بعدا حل بشه. ولی نمیتونم بگم آره یا نه، ولی من فکر میکنم شما اگر ایران بودین و مدیر پروژه باقی میموندین و مدیر پروژه ایران همچنان رنو در ایران حضور داشت، البته این شاید شما به خاطر حال خیلی سن نخواهین رو بگین.